سلام علیکم. ارائه پروژه سیفی راجع به چوب و آشنایی با چوب، انواع چوب، نگاه و پیشینه استفاده چوب در جهان. بیشترین صاحب نظران معتقدند که بیشتر از ابتدای زندگی بر کره زمین چوب را میشناسته و به صورت های مختلف از آن استفاده میکنند. چوب که است در زندگی روزمره ما زیاد کاربرد داره، مثلا در گرمسازی خانه ها، ساختن خانه ها و غیر استفاده میشه. چوب که است 5000 سال پیش استفاده میشه، به صورت انسان اولی استفاده میکرد، از آن قایق میساخت و غیره و خانه های خود را میساختند. میتونم چوب را چنین تعریف کنم: چوب بسته به این مواد که در چه قسمت بخواهیم و مورد مطالعه قرار دهیم فرق میکند. الف، چوب گیاهی شناسی. چوب بافت است از مجموعی از بافت های ثانوی لینینی شده گیاهان نمانده که در بین مغز و لایه زاینده یعنی کامبیوم ساقه و ریشه و شاخه ها قاره میگیرد. نظر چوب درختان را شش، صنوبر، گلابی، کاج، انار و چنار و غیره میباشد. تعریف تجارتی چوب: چوب بیات از قسمت داخلی ساقه ریشه و شاخه درختان، درختچه هایی که قابل تبدیل برای استفاده در مصارف گوناگون باشد و می توان با کاربرد بر روی آن گردش و مرغوبیت آن افزود. نظریه تهیه تخته چند لایه از چوب راش می باشد. و یکی از تعریف دیگر چوب و تغییرات چوب این است که میگه تعریف صنعتی یعنی فنی چوب: چوب بافت است از مواد جامد متخلخل فیبری شکل که دارای ساختمان باخته ای سازمان یافته هر یکسان و ناهمگان می باشد و با وجه این به این موضوع و این که این مواد تغییرات محیط است در یک گونه بخصوص هم آثار زندگی درختان دائما دستخوش خواستش می باشد. حواسش در زمان و مکان تغییر می‌یابد و این خاطر چوب از نظر تغییر به سن نبود که چوب سنتی بوده، چوب فنی و چوب طبی و غیر چوب ها بود. ما حالا میریم به موضوع بعدی که معرفی انواع چوب ها و کاربرد آنها. میگم اون طوری که قبلا گفته شده چوب دارای رنگ، نقوش و خصوصیات مخصوصی است که میتواند بر اساس مواد نام برد آنها را شناسایی کند. در این پست نجار کوچک معرفیش آنها و همچنین کاربرد مختلف گونه های چوبی که در صنعت چوب مبلمان استفاده میشود بررسی خواهد کرده. و یکی از دیگر این چوب افرام. چوب به رنگ سفید مایل به صورتی یا درخشندگی و جلای سفیدی چوب درونی نمایش است. تفاوت آن با چوب پلیت در این است که بافت آن ریزتر و دارای پره های چوبی باریکتر و کوتاه‌تر است. چوب نیمه سنگین و نیمه سخت و وزن مخصوص آن بین 46 تا 57 است. همیشگی آن کم و چوب زیبا است. و چوب بعدی ما که است چوب توسکا. چوب توسکا دارای درون نامشخص رنگ کریمی مایل و قرمز می باشد. توسکا چوب نیمه سنگین تا سبک است که به دلیل پرداخت و رنگ پذیری شکاف خوردگی و ابزار خوری خود در صنعت مبلمه مصرف دارد، ولی کم دوام بوده که البته در آب دوام قابل توجهی توجیه ندارد. بیشترین میزان فروش را در بازار چوب فروشان پس از رایش را دارد که البته در حال حاضر مهمترین مورد مصرف آن تخت لایه سازی در برابر آب در ساختن بناهای آبی است. و یک از دیگر چوب شمشاد. چوب به رنگ سفید تا زرد کریمی لیمویی درون چوب نمشخص. چوب سخت و سنگین و میشدگی آن زیاد و لاک‌پذیر است. کار با آن بسیار سخت، ریز باخت با دوام کم درخشان است. از این چوب در خراطی، منبت کاری، مچناسم سازی، کرخه سازی، شانه و قاشق سازی مورد استفاده قرار می گیرد و این چوب با وزن خرید و فروش می شود و در حال حاضر جهت افادت این گونه از نابود و جزی گونه های تخریب ممنوع خط است. در این چوب در قسمت های پایین و کم ارتفاع جنگل کنه رشد می کند. این به یک قسمت چوب دیگر، چوب ممروز. چوبی به رنگ سفید مایل به کریمی و فاقد چوب درونی مشخص چوبی است که نیمه سنگین و نیمه سخت تا سخت با هم شیدگی یعنی زیاد ترک می‌خورد. نسبتاً خوب پرداخت می‌شود و مقاومت آن در برابر سایش زیاد است. این چوب در مصارف روستایی به علت میشیدگی زیاد و شکاف‌خوری مورد استقبال قرار نمی‌گیرد و بیشتر برای پوش سخت و زیر شیرانی، تروس‌سازی، واگن‌سازی، تخت چند لایه، تخت خارده چوب، زغالگیر، چوب‌های تونلی و مواد استفاده قرار میگیرد. چوب مرمود در جنگل های کنر رشد میکنند. یک دیگر چوب ها چوب ماهگونی. چوب ماهگونی یا اکراو به دو دست اکراو امریکایی و افریقایی تقسیم میشود که اغلب اکراو افریقایی در بازار ایران یافت میشود. درون این چوب قرمز رنگ و برون چوب نازک سفید مایل به صورتی است. بافت یک دست وجود پر مکس ها
های درخشان و براق با تغییر جهت نو درخشش متفاوت دارند. از ویژگی های شاخص این چوب است که یکی از پرمصرف‌ترین چوب هایی که مورد استفاده قرار می گیرد. و این چوب که است رنگ پذیری و واکس پوری باید همراه با باتون ها کار انجام شود. ده تهی روکش مبل سازی بیشتر مصرف را دارد. بدلیل ضربه پذیری و ضربه الاستیستیکی بالا در تهی قاق های بادونی مورد مناسب و برای بادبانی و تفریحی و جاهای ساختن جای تفریحی استفاده می شود. و یک دیگه چوب است چوب چنار. چوب چنار چوب رنگ سفید روشن و قرمز مایل به قهوه‌ای است که لکه های قهوه‌ای صدفی در چوب چنار نیمه سخت و سنگین بادام بوده که از آن برای ساخت درها اماکن متبرکه دست ابزار صندلی قربالی صندوق استفاده می شود. و کاربرد اختصاصات کلی چوب کاربرد نقطه قابل توجه که در مسیر تکامل مصرف چوب در جهان بین اقوام مختلف و چشم میخواهی برد است. تجربیاتی که از انسان از اثار قدیم در حین کار با این جسم پیدا کرده است، این تجربیات نشان میدهد در مناطق گونه های متعدد چوب وجود داشته است. افراد هر چوب را برای مصرف به خصوص انتخاب میکنند و این طرز مصرف در واقع استفاده سنتی از چوب باشد. کم و بیش هنوز هم در خیلی از نواحی ها وجود دارد، ولی همونطوری گفته شده با وجود آمدن ماشین های اره و خلاصه گسترش تکنولوژی در زمینه های مختلف استفاده از چوب از هم در حالت سنتی به حالت جدید سنتی در آمده و هرچی بیشتر رو به استرسه گذاشته. چوب به طور طبیعی در مصارف مثل تیر یعنی تلفون و تلگراف، تیر ارتباط شمع و کلاهک در معدن، چوب و نلی و چوب معدنی داربست و گیم در کشاورزی زیاد مصرف می شود. و می به سراغ سلاید بعدی. سلاید بعدی ما هست ویژگی های چوب. محاسن عمومی چوب. یک، علی رقم افزایش کاملا محسوس استفاده از چوب در جهان. هنوز هم این مواد به فراوان و حتی در بسیاری مواد باید تر رایگان در اختیار بشر قرار داده و تهیه آن به مناطب از تهیه سایر مصالح آسان‌تر و به همین نسبت ارزان‌تر است. دو، مخامت چوب. از نظر فیزیکی تقریبا معادل مساوی سایر مصالح مشابه است. ماده‌ای است که سبک که به آسانی شکل می‌پذیرد و اتصال آن به وسیله فاق و زبانه بسیار آسان است. چوب به خاطر ساختمان متخلخلی که دارد پیچ و میخ و آسانی در آن فرو میرد و به واسطه همین تخلخل پرداخت و چسبانده آن نیز به آسانی انجام میشد. چهار، چوب با وجود سبکی وزنش مقاومت بسیار زیادی دارد. ویژگی های دیگر چوب. پنج، قابلیت هدایت حرارت و نیروی الکتریستیکی در چوب بسیار ضعیف و در واقع ناچیز است. به همین دلیل از چوب برای دسته های ابزارکار، دسته وسایل برقی و حتی وسایل لایق استفاده زیاد می شود. شش، چوب از نظر خاصیت اکستیک در درجه های بسیار بالای قرار دارد و از آنجا قابلیت هدایت سود را ندارد. در معماری جای شایسته یافته و در اکثر ساختمان ها بزرگ، استودیوم ها، رادیو و تلویزیون، تالارها، سخنرانی، آمفی‌تئاتر، سالن های سینما و حتی منازل مسکونی از آن به عنوان صداگیر استفاده می شود. چوب را میتونه یکی از مهمترین مواد بر روی زمین گفت که مواد استفاده زیاد داشته که توسط بشر از آن استفاده میشه و انواع مختلف داره، یک چوب چنار، چوب افرا، چوب ارچه و غیره چوب هایی باشد. و چوب میتونه به در ساخت و ساز خونه، در گرم ساختن مناظر، در ساخت جاهای تفریح و غیر استفاده کرد. بیشک فراوانترین ماده وجود در طبیعت که از روزگاران گذشته مورد استفاده انسان قرار گرفته است چوب است. چوب این ماده سخت ریشه ساخته و شاخه درختان را تشکیل میدهد و بخش عظیمی قسمت زیر پوست تنه و شاخه درخت ها و درختی ها را که به وجود میآورد و تا حد در گیاهان الفی هم مشاهده میشود. و یکی از مهمترین چوب و خلاصت ستون یا چیز ستون فقرات یا میتون تنه درخت میباشد، یعنی چوب شامل. و این شامل دو قسمت از کلی چوب زنده، قسمت خارجی مجاور پوست گیاهان که در دیولوژی در واقع قسمت فور چوب است. دلچوب در واقع قسمت داخل درخت بوده و مرکب از سلول های مرده است. در زنده چوب تیره و تر عموماً از آن سخت تر بادامان تر استفاده می شود. این بود پروژه سنفی. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم.